سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه کارون خونه خودشون نشسته سلام فرهادم همینطور سلام برزارم از ونکوور داونتان ونکوور با ماست سلام چطوری خوبی؟ آره همه صحبت ها خدا رو شد شماست شما خوبی؟ خدا رو شد اینقدر دست به صورت, صورت نزن اینقدر دست به صورت نزن کرونا می‌گیری <تصفح> <تصفح> ام... چه خبر همه خوبید مشکل ندارید همه روبه <تصفح> رشدیم <ام. دو> <تصفح> آره یه سیم خوبیم دو دقیقه دیگه اینجا شروع میکنن کف زدن آره کارو ممکنه با گوشیش یا بره بیرون براتون چیز بگیره بیاد فیلم بگیره بیاد ما دوباره من تکرار کنم که ما داریم از روی اسکایپ ضبط میکنیم و اگر که کموکاسی وجود داره و اگر که میبینید اگر میبینید یه بودم <تصفیح> شدم اگر میبینید که تصویرها اونقدر خوب نیستن و اینا به خاطر همین تنها در واقع پلتفرمی که در اختیار اون بود که بتونیم خودکست رو تصویری ضبط بکنیم دارن سرصدا هم کنن به قاشق زنی افتاده آره است. سب کن سب برو تو تو میخوای برو بیرون نشون بده با میکروفون برو میشنوید یا نه اگه میشه کارو دوربین تو بید بچرخون آها من کم صدا رو زیاد آه من میگم آه. ما هم برای کادر پزشکی واقعا دست بزنیم علا. باش دیگه بیا دیگه اومد صدا بله بله کامل داره میاد آفر یه صدای دو هم از دور میشنم آواز دو از دور خوش است به خاطر همینه <laughs> خلاصه اگر که میبینید امکانات کم وجود داره برای همین بچه ها مجبورن که این سر صدا رو در بیارن ها نبستی چیزو سکران باشه آره میبنم آخه میگی دو دقیقه میزنن تازه هفت شده خب من میگم یه بار یه دلیل اینو بگیم چرا کف میزنن آره دلیلشو بگی همونطور که هم. اپیزود قبلا گفتیم ساعت هفت وقتی که شیفت پرسنل پزشکی عوض میشه تو بیمارستانا و همه مردم میان بیرون دم پنجره اینا سوت و کف و تو قابلمه با <applause> کفگیر میزنن که تشویقشون کنن خیلی کار هست آره برای تشکر از کادر پزشکی که دارن حالا شبانه روز دارن با این ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنن و جون خودشون رو به خطر انداختن و دارن سعی میکنن که اینو کنترلش بکنن ما توی حالا هیستوری کشتی هم اینجا دارن چیز میزنن بوغ میزنن ما توی هیستوری است توی حالا گذشته یه ذره شاید کادر پزشکی رو اذیت کردیم بعضی جایی گفتیم که مثلا اذیت شدیم خودمون خاطرات بعد میکنیم همون نه میخوام همینو بگم میخوام بگم که ما شاید خاطرات بدی رو گفتیم ولی خب این هم خیلی قابل تقدیره که الان عکسایی که میبینیم همه دارن همه کسایی که دارن حالا اونجا کار میکنند رد ماسکا روی صورتشون مونده کبود شده و شبان روز دارن وقت و جون خود در واقع وقت و جونشون رو میذارن که بتونن این ویروسی که اومده رو کنترل بکنن و ما هم ازشون واقعا ممنونیم درسته کار بله همینطوره خیلی ممنون دمشون گرم همه صدا هنوز میاد یا نمیشه آره آره, 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 آره آره, میاد ولی آره آره خب بله. نمیدونم توی موقعی که زد میکنیم توی میکروفون تو بیاد یا نه نه آره فکر نکنم گین آره آره نداره همینه حالا امروز اپیزود 213 ما من دیشب یه سوال پرسیدم که اگر که زامبی پاکلیپس بشه مثل فیلم The Walking Dead که خب یه ویروس بود آره یه سریال The Walking Dead که یه مریضی اومد و آدم ها رو تبدیل به زامبی کرد و حالا به طرق مختلف اینا تبدیل میشدن به زامبیا کاری که میکنید چیه وسایل لازمی که برمیدارید چی و اینا من مسیجای زیادی اومد و من به این نتیجه رسیدم که مردم یعنی مردم که نه کسایی که خودکس گوش میدن اصلا آمادگی اینو ندارن <applause> چون 95 درصد در دنبال شارجر گوشی و گوشی بودن <applause> یعنی شما در اون لحظه به تنها چیزی که نباید فکر تولید <applause> نمیشه اصلا اینترنت هم نیست همون نه منظور اینه که اصلا گوشی دیگه اصلا مهم نیست آخرین چیزی که باید با خودتون ببرین گوشیه حالا میخواستیم در این مورد یه اپیزود فانتور بریم چون که خب قاعدتاً یا امیدواریم که همچین اتفاقی هیچ نیفته و ما اصلا نیاز نباشه به چیزی فکر بکنیم ولی خب قبلا یه فانتزی دیگه میدونید که ما قبلا در موردش خودمون صحبت کرده بودیم و گفتیم که شاید بد نباشه که یه اپیزود فانم در موردش بریم بعد بین این همه بدبختی که وجود داره شاید چند نفر بتونن بخندن و همچنین میخواستیم در مورد چالش صحبت بکنیم چالش که توی اینستاگرام هست اه، گفتم آه. من سوال گذاشته بودم توی اینستاگرام که نظرتون در مورد چالش چیه خیلی آفوش دادن یعنی واقعا شما دیدین ریسپانس من, من خیلی حال کردم جواب معدود سوالی بود که ما پرسیدیم و همه یک دل و یک صدا آره. فوش دادن و میگم 90 و 99 دهم ده درصد 90 99 و 9 دهم دهم آره 99. 99. <تصفح> آره و 9 صد درصد آدمایی که بودن خیلی ابراز چی میگن نفرت انزجار انزجار کرده بودن داره دنبال انزجار بودم از این چالش هایی که به وجود اومده من از اون میخوام ازش دفاع بکنم حالا من نظرم این نیست که همش هی باید همه دونه دونه چالش چم عکس بچگی چالش آب خوردن لیوان مثلا از دور سر شنا و چیزهای مختلف زیر گاز و صابون بکنیم <pub> و چیزهای حالا چیزهای خیلی مختلفی که تو <تس> این مدت دیدیم ام، که ما خودمونم توی چند تاش تک شده بودیم و اینا ولی متاسفانه انجام ندادیم اینه که به نظر من الان توی شرایطی که وجود داریم خیلی مهمه که آدما از همدیگه یه جورایی دور نشن یعنی امه. ما هممون تو خونه نشستیم حالا من روزی یه بار سعی میکنم به کارون زنگ بزنم با فرزاد صحبت میکنم با فرهاد که بازی میکنیم هر به, به من روزی یه بار زنگ نمیزنی چرا میانگین شاید یه روز سه بار زنگ بزنه نه نه, میگم سعی میکنم اون شاید قبلا هفته یه بار بود می اینجا آره. میدیدیم هم دیگر رو رابطه خیلی خوب بود الان بغ... بغلت میکرد سعی میکنیم که آدم تاچی هم من کلا تاچی و جاجی و استرچی و تاچی تو خود بله تاچی جاییده نه همین الان شو همین الان نه کلا آدم تاچی هم برحال به نظر من این چالش ها میتونن نکات خیلی مثبتی داشته باشن که آدم رو بیارن دور و همدیگه با همدیگه حالا از راه دورم که شده ویرچولی با هم دیگه صحبت بکنن چطوری؟ ویرچولی <تصفيق> <تصفيق> ویرچولی هم دیگه رو در واقع دعوت بکنن به حالا چم ام... شنا رفتن یا هر چیز این اپیزود افتضاح میشه من حس میکنم چرا؟ از اون اپیزود خوباست اتفاقا میخواییم بخنیم بخواهی من هم میکروفون آوردم و میدونید دیگه چی میشه آره رسی آخری باری که میکروفون تا آوردی اقعب یاد میاد چه اتفاق گفته تا شیش ماه بعدش داشتیم از میکردیم آره آره لطفاً جمع تو اتاق تنگ و تاریک توی یو و, و, آره. و خب حالا نظر منه شما نظرتون در این چالش چیه کارون که میدونم کاملا مخالفه دیدم که آقای کامیز حسینی هم خیلی از این نفرت خودشون تو توییتر گفته بودن و اینا میخوام ببینم نظر شما چیه چون ما خودمونم یه چندین باری در این مورد صحبت کردیم و گفتیم میتونیم کار جالبی بکنیم من بگم به من چون دلیلش رو نمیفهمم مخالفم دیگه من هیچ وقت نفهمیدم دلیلش رو آره این آره نمیتونه آره. دلیلش باشه اینکه الان گفتم آدما به خاطر که همدیگر رو نمیبینن دارن سعی میکنن یه جوری با همدیگه ارتباط برقرار کنن شاید ارتباط سالمی نباشه من میگم آره. شاید راه سالمی نباشه ولی تو این شرایطی که هستیم از هیچی بهتره یعنی اگر که ما کاملا دیگه هیچ کاری نکنیم کاملا ساکت باشیم و اینا این یه راه خیلی کوتاه ده که تو چهار نفر دیگر رو ببینی چه میدونم یه ذره تشویق بشی که چه چهار تا شنا بری وقتی که تو خونه هستی یا مثلا چه میدونم یه عکس بچگیاتو بذاری چهار نفر بیام بهت بگن آقا چقدر مثلا کیوت و دمت گرم مثلا مثلا من عکس بچگی مو بذارم کمک میکنه به کسی نه بگو آخه من یه چالش دیدم یکی از یکی از دوستان من یه چالشی رو فرستاده بود که ام... چالش بالا رفتن از یه چیزی بود بعد اori. و فیل بکنی این دوستمون داشتن از اوپن خونه بالا میرفتم مثلا یه عکس از این گرفته بودم بعد خب نمی‌دونم این چالش مثلا به زمین چه کمکی میکنه بعد تو سوال میشه برات خب مثلا این از همه چیز اینجوری بالا میره یا فقط اون اون اینجوری بود دوستتون <مسلا> <applause> <newest ذجون> کودک <applause> <تص <applause> <الزماً> این این چالش که هست اصلا هیچ اه, کمکی نمیخواد به بهبود زمین و اینا بکنه اینا فقط یه دور همی و ولی من کلا خودم هم چیز هم دیگه تو جبهه مخالفم حس میکنم یه توتیواری یه, یه جرایانی و دنبال کردنه که حالا الزامن اسمش هم چالش نمیشه بودش آخه تو بخوای عکس بچگی رو پیدا کنی که چالشی نیست واسهت که آقا مثلا حالا اینو بخوای افشاگری افشاگری آها آه آه ما... بذار من یکیش یه دونه از اینا بود واقعا به نظر من جالب بود که گفته او لیست کارهایی که تو قرنطینه انجام میدید و بگید امه. اون به نظر من جالب بود چون بالاخره تو توییتر بود آره تو توییتر تو, تو, تو اینستاگرام من دیدم اون حالا بالاخره به چهار نفر کمک میکنه شاید توی لیست یه نفر دیگه تو یه چیزی دیدی که به تو کمک کنی ولی دلیل اصلی که من خیلی واقعا ما لیست واقعیمونو میدیم نه من میدم من میدم آره تو بده یه دونه چیزی که میخواستم بگم دلیل اصلی که من خیلی موافق نیستم اینه که به نظر من اینا رو خود اینستاگرام رو و ترافیکش رو میبره بالا و پول عجیبی از توش در میاره این اون قضیه پشت پرده که ما حواسمون بشه چرا با پول در مردم مشکل داری من نمیدونم چون پول در از در عقب من مشکل دارم الان راه درست چه سرویسیه الان دو دقیقه دیگه وایسیم اینو میچسونه به آمریکا و میرسه به دوپامین به دوپامین ترام نظام سرمایه‌داری نظام سرمایه‌داری نه ولی ببین این مثلا تو چه میدونم 15 سال پیش رو مقایسه بکن الان مثلا من یه چالشی که هست که بچه خودمونم کم انجام نمیدن اینه که شیش نفره مثلا اسکایپ کاله یا مثلا روی اینستاگرامه و مثلا عکس میگیرن میذارن به عنوان استوری تو فکر مثلا 15 سال پیش وقتی اینجور تکنولوژی ها وجود نداشت ما واقعا مثلا باید ورمی داشتی تلفن رو مثلا زنی میزدی طرف رو نمیدیدی با هزار بدبختی دیگه الان که همچین اومده یه همچین تکنولوژی و این کمپانی گذاشته چرا نباید ازش پول در بیاره یعنی من مشکل این چیه مشکل این اینه که از ناآگاهی ماها ممکنه پول در بیاره و سودی نداره اگه سود داشته باشه حرفی نیست سرویسی به ما ارائه نمیده دیگه صرفا ترافیکش رو میبره بالا و دیتا های من و شما رو میدوزه آره ولی تو چرا, سرویس, چرا سرویس, سرویس, سرویس نمیده. نمیدونی اصلا نه یعنی همینی که معنی که مثلا اینجا یه افتادم رو مبل دارم اینستاگرام به جای اینکه ناخونه رو بخورم دارم مثلا اینستاگرام والا پایین میکنم تو میتونی کارهای مثل... مفید بکنی دیگه این انتخاب تو نه سرویسش حالا مثلا فرزاد به فرزاد این دقیقا همین این دوپامینی که ترشح میشه تو مجبور میشی دوباره وقتی بیکاری زرت بری <تصفح> گوشی رو ورداری بری توی اینستاگرام یه <تصفح> لحظه کار تو میگی که اینستاگرام سرویس به ما ارائه نمیده یه سرویس مفید <تصفح> ارائه <بری> نمیده سرویس اونقدی برای ما شو. سود نداره دیگه ببین اینستاگرامو تو از زندگیت حذف کنی چی حذف میشه از زندگیت آره خب مثلا ام... تلف... تلفن حذف کنی تو... یه چیز مهم تو... حذف میشه اینترنتو حذف کنی من چند روز پیش بعد 8 ماه اومدم اینستاگرام شخصیم و هیچی هم از دست نده بودم اینکه کارونگو واقعا هیچ اوکی okay. نه نمیتونم کامل با کار موافق باشم چون خیلی از بیزینس ها خود اصلا خود خودکس الان یکی از پلتفرم های مهمی که فعالیت داره روی اینستاگرام دیگه ما با خیلی از فرض حالا من شخصی. شما حالا اکسس داری به اینستاگرام چون خودکس از توی اون میتونی نیازهاتو برآورده بکنی یا پیجت چه میدونم علی و شمس کوره رو مثلا نگاه کنی واسه همین کاملا که ازش قد نبودی که اینم هم حرف درسته میدونم بگو بگو ولی من خودم میگم چون نبودم زیاد حس نکردم این چالش ها رو زیاد کامنتی ندارم آهی یکی از اولی چالش ها رو بگم چی بود خیلی این رو از ها میگفتن یه یه سوری بود میگفت یه شعله واسه من بفرست یه خنده‌ای شوله میخوایم با چیز با الگوریتم چیزو دست کاری آره بعد که الگوریتم اینستاگرام به هم بریزیم بعد این شولر که میفرسه طرف میرفت بهترین عکس تو از تو اکانت تو انتخاب می‌کرد ری, ری، پست میکرد رو استوریش بعد, تو اون ری ریستوری پست ری استوری میکردی بعد آره. این <تصفح> حالا همین حالا یه چیزی <جز> جالب بگم <تصفح> من بازی چه من همین کارو کردم من این, من این کارو کردم یعنی یه نفر یه پستی گذاشته بود تو کرد یه نفر یه همچین پستی گذاشته بود که ما میخوایم این کارو بکنیم این خیلی مثلا برمیگم مثلا مثلا سه هفته پیش که من اولین بار بود که می دیدمش بعد طرف داره تو دانشگاه یه لرس میخونه توی دانشگاه مام که بود آدم مثلا پوری بود و اینا من گفتم خب اینا شاید واقعا دارن یه کاری میکنن گفتم اوکی من به این مثلا استادی که دارن انجام میدن آزمایشی که دارن انجام میدن کمک میکنم این کاری کردم و بعد دیدم که آره دیگه بازم ارا و رو شمس کورم همینطوری این شعله رو گذاشتن و که ما مثلا فلان کاری میکنن اینا بعد فهمیدم که نه این اون طرف فقط سریعتر به این قضیه رسیده بود من واقعا فکر کردم اینا میخوام با الگوریتم اینستاگرام یه ای کاری بکنم چون طرف یه کردیت خاصی داشت برا من ولی خب اینشالله کردیت سرجاش باشه آره ام... تو نظری ندادی نسبت به حرف فرهاد کارون اه... که گفتش فر... که تمام فر... حالا خودکست و بقیه پلتفرم بیزنس هایی که هستن یه اصل... سلی... اصلی که دارن همین سرویسی که اینستاگرام داره ارائه میده سرویس مارکتینگی که داره ارائه میده و کاستومر منیجمنت شد آره ولی خب باز اینا از ما بگیرید باز ما کار خودمون رو انجام میدیم دیگه اون سرویسی نیستش که ما ارائه میدیم سرویس ما اینه که ما حالا مثلا پادکست میدیم درسته تعاملمون مدلش عوض میشه احتمالا مثلا تعامل به سمت ایمیل آره یه در. درگاه یعنی یه آره یه مدیا قدرتمندم است هست خیلی قدرتمنده خیلی از توش پول در میارن مثلا پولی که کریستیانو رونالدو از اینستاگرامش در میاره از پولی که از باشگاه یوونتوس میگیره بیشتره دیگه شما خودتون اینو میدونی یعنی آره آره اعدادش آره، آره، رو میدونم این خیلی مویرگیه آره خب این خیلی وحشتناکه دیگه یعنی عدد زیادیه ولی دلی... من میگم که این نباشه زندگی ماها کیفیتش هیچ فرقی نمیکنه مثلا زمانی که موبایل اومد کیفیت عوض شد زمانی که اینترنت خیلی فراگیر شد کیفیت قطعا عوض شد ولی یه سری تکنولوژی هستن که صرفا ما رو بیشتر وابسته خودش میکنه دیگه الان همه ماها صبح بیدار میشیم فر تو گوشی تلگرام رو چک کن اینستاگرام رو چک کن و اعتیاد دیگه این اسمش اعتیاد من نمیدونم چیه نمیگم استفاده مفید از توش نمیشه خیلی وقتا استفاده مفید هم میشه ولی اگه نگاه کنیم میتونیم با اطمینان پلیسی <تص> میزنه نه ما میتونیم بگیم که 50 درصد مواقعی که از اینا استفاده میکنیم مفیده آره واقعا من نمیتونم ده بی... برای من شاید ده بیست درصدش مفید باشه هشت درصدش هدر میره منم این کارو میکنم و من نمیگم من اصلا دست به گوشیم نمیزنم اینستاگرام تلگرام نمیرم من چون خودم میکنم دارم میگم اینا غیر مفیده ولی خود خب چون انقدر کار راحتی مثلا تو فرض کن حالا برای خود من این اتفاق میفته مثلا دارم یه کار کارمو دارم انجام میدم و درگیر یه مسئله ای هم دارم فکر میکنم بعد اصلا به هیچ جا نمیرسم تو ذهنم خسته میشه خب این خیلی راحت دیگه گوشی برمی داری چهار تا عکس میبینی اصلا ذهنت میره یه جای دیگه کلی وقت تلف میشه چه بسا اصلا برگردی هم اون مسئله ای که قبلش نمیتونستی حل کنی رو حل کنی ولی اون زمانی که اون توی لزوما خیلی مفید, مفید نیست مفید. کار مفیدترم هم... آره میشه کرد آقا ام... چون کارون ببخشید کارون اسم آورد من بگم که رونالدو واسه هر یه پست تبلیغاتیش یه میلیون دلار میگیره فورب زمینه نوشته یه چیز میکنی آره. یه اپلیکیشن پر میکنی خودکستو بذاره <laughs> ببین یک میلیون دلار واسه اینکه بدونیم چقدر عدد بزرگیه و چه آدمایی ممکنه یک میلیون دلار در بیاره مثلا من میدونم یه استاد دانشگاه خیلی معروف توی یه فیلد خیلی معروف این یک سال توی گوگل ریسرچ کرد بهش یک میلیون دلار بابا لب و لوله کن یه میلیون دلار بابا واقعا چیزی نره آره خیلی حالا بالایی خیلی چی بذار جمعه شو کنم آخه تو که میدونی فرمان نه میگم چی جیره خیلی جمعه رو تمام بکنه چرا بهش اجازه میدی؟ نه میگم همه افریج آقا بذار صحبت کنم دیگه بذار من بگم تونالیته صداش معلومه میخواد فقط فضا رو پر کنه اونایی که شروع میکنه گفتن من میپرم تو حرفش بگو جمله یه نوع جمله خاصیه آره گفتم نشیدی مهم نیست خب مهم نیست <applause> حالا که از این چالش خوشت اومده که مردم گفتن که چی کارا میکنن تو قرنطینه و ممکنه به مردم دیگه کمک بکنه برام بگو که تو قرنطینه 80 درصد کار میذارم یا بگو من میگم بگو اینو چیکار میکنی به من که <بگو. تصفيق> <applause> کار میکنم صبح با همون تایمی که قبلا کار میکردم چه بس بیشتر کار میکنم این یه بخش خیلی خوبی از روز میره بعد شب که میشه یعنی اگه کارم زود تموم بشه پادکست تریور نوآ رو میذارم که توش ترامپو مسخره میکنه و بلا استثنا <applause> یعنی اصلا الان که سر مشکل کرونا اینا دیگه کل تایم فقط داره ترامپو مسخره میکنه از خونه هم زبط میکنه الان آره آره از خونه ضبط میکنه بعد به اون ورزش میکنم ورزش بعد یه غذا میخورم یه سریالی میبینم و یه کتابی شاید بخونم و همجور میخوابیم دوباره فردا همین دوباره لّ... پس فردا همین آشپزی اینا میکنی؟ الان خیلی آره زیاد. دیگه چیکار کنم خب آره روز هفته دو سه بار آشپزی میکنم دیگه زیاد یه سوال دقت کردین چقدر غذای بیرون خوردنتون برای من که صفر شده تقریبا سوال تقریبا همه صفره دیگه نه خیلی نا بیرون خیلی, خیلی میگیرم آره من که نمیگیرم منم نمیگیرم و اینکه چقدر من پول دارم سیو میکنم به خاطر اینکه بیرون غذا نمیخورم یعنی مثلا, مثلا فرستادم دیگه من شما جای گرون غذا می خوردید نه نه فکر کنم من... مثلا من چم یه ناهارم هر روز می خوردم از مکدونالد چم 10 دلار میشه دیگه هفته ای مثلا چه میدونم تو ناهار خونت 10 دلار نمیشه چرا ولی کیفیت مکدونالد کیفیتشو کیفیت بله آره بعد تازه تو مکدونالد گروناش هم میخوره میشه 10 دلار <laughs> چون مکدونالد میتونی با سه دو زیر دلار هم بیای بیرون <laughs> رفتیم با شما مکدونالد قبلا دیدیم چیکار بعد بل... فرا تو چی تو این روزا چیکار می‌کنی نمی‌خوای تو اه... من و تو شبیم فرض تو بگو منم هم... من شبیه کارون فقط ورزش فعلا نیست توش چون میخواستم برم بیرون بدوم یه کمی به بارون خوردیم بفرستم براتی ولی... برات یه پلن ورزشی اه... آره بفرسی باشد. چند روز اول کمی تو همین حالینا اسکوات و شنا میرفتم ولی اه. دیگه اونم نرز دادم آشپزی هم چرا آشپزی چیزای جدید امتحان اونم تمیز می‌کنی خونم دارم بخن. همه کار منم هم من توی حالا این چیز تو دو دوران قرنطینه هفته اولش واقعا هیچ کاری نکردم یعنی اینطوری بود که استراحت کامل کار رو اینا می کردم و اینا می‌کردم و ورزشو دارم میگم همین فقط کار میکردم و بازی و اینا الان توی هفته گذشته که رفت الان شنبه است توی هفته گذشته من شروع کردم مثلا یه روز در میون دارم یه سری ورزشی تو خونه میکنم مثلا شنا و اسکوات و یه سری پلن یه برنامه یه ورزشی پیدا کردم که میتونی ورزشی که تو خونه با وزن بدن میتونی انجام بدی بدون هیچ چیزی دارم اون رو انجام میدم و بعد هم خیلی الان بازی میکنم دیگه من یه مدت بود که خیلی کم بازی میکردم گیم های مختلف تنها گیمی که بازی میکردم فیفا بود و من خوب این پلیستیشن بازی کردن رو خیلی دوست دارم برام یه کار خیلی جالبی بوده دیگه همیشه یه آرامش خاصی به من میداده برای همین شروع کردم الان بازی کردن و همیشه تو ذهنم بود که من یه روز میخوام این گیم پلی هایی که هست و رکورد بکنم و الان چون وقتشو دارم همه چیزا رو آوردم توی آفیس دیگه الان توی حال پذیرایی نیست یه اتاق کوچولوی بود که آوردم اینجا چیز همه چی رو ستاپ کردم الان همه کارو میتونم و توی اینجا انجام بدم من از اینجا واقعا میتونم موشک هوا کنم اگر که بخوام انقدر امکانات زیاده توی این یه دونه اتاق کوچولو و همین چیزاست. امکانات باشه دورش آره. خرجی کرده باشه بعد هم قضا هم دارم, دارم درست میکنم بازی میکنم دیگه غذا هم داره چی استیک می‌خواستی درست استیک چی درست ب... استیک یاد گرفتم که مثلا چی کارا باید بکنی اینا الان دیدم که یارو خیلی جالب نمیدونم بگم رنگش میگفتش که کره بریزید توی چیز تو مایتابه خب بذارید آه. کامل داغشه جوش بیاد کره آبشه جوش بیاد بعد این اونور استیک رو سرخ بکنید هر هر برش یک دقیقه بعد آونتون هم بذارید رو 320 325 درجه فارنهایت 6 دقیقه بذارید نوتو درش بیارین همین و میگفتش که این خیلی این خیلی این خب استیک میدیوم رر میده چی میده فکر می ده؟ می ده؟ میدیوم رر میده به کم آره من سورت سورت هنوز باشد. انجام ندادم چون که ام... یه سری وسیله میخوام مثل استیک که ندارم استی من کره کرم میخواستی آره کرم مایت آبه دارم مایت تابه و نشه خوبه گاز و مایت آبه خوبه قشنگه بازه فراد هم بگی بیچه من خیلی برنامه جامعه ایما تمام نشده برنامه جامعه دارم ایما تمام نشده پای هم نگاه میکنم خیلی آه پای تخت ها کجا میبینید؟ از هم یوتیوب داره هم جیلیز یوتیوب خب فراد شما بفرمایید ایمان برنامه تمام شد آره بگو حالا بدونه من خیلی بیشتر رو به استراحت بود همون هفته اول آف،, آف کار آن آف بود و اینا بعد یه کلا کار تعطیل شد آف شد خ... آره کلا آف شد بعد استراحت خیلی خوب میکنم بازی و ایمان انداخته به جون ما این بازی ها رو کال اف دیتی وارزون کال اف دیتی وارزونه بعد از این گ... هفته جوین میشم گروهی میزنیم خیلی <laughs> ببین اه... فهمان فهمان ایمان ایمان که... ناموسی <applause> بگو من جدی بازی میکنم چون من واقعا بازی میکنم همه چی جدی و حساب شده همه کارش همینه دست به هر چی میزنه شدیه بعد جز پادکست <تصفيق> <تصفيق> کار جدی مثلا دارم انجام میدم و اینا دو تا با یه نفر دیگه بچه‌ها خشایا وایسن دارن همدیگه رو با اسپری رنگ میکنم مثلا اونجا آدما افتادن به جون هم دارن همدیگه رو میکشن این داره چم میره بیرون گلا رو نگاه منظره نگاه میکنه رو هدفون هم با هم حرف میزنیم آره آره و چندی مارم چند بار دو بار با شما اول شدیم دو بار, دو بار, دو بار با شما اول شدیم آره خدا تو جهان خلاص خواستم در جریان باشین بین 150 نفر دو بار این بچه ها رو اول کردم آره بعد اینطوریه ای که میشه اینو بگم از نقاط ضعفه بگو آره خیلی نقاط ضعف که من ببین. زیاد دارم. بگو بگو. از اول بازی که استارت میخوره منت میذاره سرت که تو تیم تا تاش آخه ببین اگه کار درست انجام بدی من هیچی نمیگم مثلا من به فرهاد میگم فرهاد اپلا بیا پایین میگم پنجریو رو میرم یا فرهاد جان دنبال من بیا اون بعد در هم دیگر میکشه میگه بز بکشیمش نه من نسبت به دیگران بیشتر فالو میکنم تا بله کس دیگه خب خب دیگه چی بگو آن نه میگفتم خودم آره میکنم و یه کاری که خیلی وقت بود شعارشو میدادم اینا دیگران واقعا تو رو دروسی به خودم قرار گرفتم کتاب خوندن رو شروع کردم کتاب خوندن دو تا شروع کردم خوندن یکیش اسمش هم میگم که حالا هر هرکی میخواد بدونه بره ببینه یکیش سیپینز باری کرد اومو سیپینز آره یوال نوا حراری حراری آره اینا خیلی هم کم میخورم که شدنی باشه روزی 20 صفحه گذاشتم که بتونم ادامه بدم چون خیلی آدم تنبلی هم تو کتاب خوندن یک کتاب دیگه هم هست How to make money in stocks یکی از کتابای خوبیه واسه کسایی که کلا میخوان ببینن بازار بورس چجوری و تاش باید دی ام بدید به کسی یا نه <applause> هنوز نرسیدم به اون صفحه ای که بورس دی ام سوال خیر خب اینا آره، از این چالش خودکاست که توی دوران قرنطینه چیکار میکنیم چالش ها رو ببندیم یا حرف دیگه ندارید در مورد چالش بزنین من ندارم نه یه سی دقیقه شد بریم در مورد زامب. یه چالش خودم ولی نزنیم چرا حالا فکر میکنیم که یه چالش خودم اعلام چالش زخم بستر <متصفح> از زخم بستر <از> خود <متصفح> زخم زیاد من عکس میگیرم بعد <متصفح> ایمان رو دوت <متصفح> <متصفح> آقا چیه این چند ماه که گذشت خیلی <متصفح> من دارم تلویزیون خونه اونوری رو نگاه میکنم آقا کار غلطه این کار غلطه ساختمون روبروی ما داره تلویزیون اینوشن نکته راجع کارو هست میکروفونش رو استند بودن با نبودنش خیلی روز شخصیتش تاثیر میذاره یعنی دیگر کسی میشه بگوییم این چند ماه گذشته بهمون یاد داد که داریم تو زمانی زندگی میکنیم که همیشه خیلی سریع عوض میشه یه روابط دو تا کشور به هم میریزه موشک و موشک بارون می زنن به هم دیگه چون بازار بورسی هود میریز پایین یه مریضی میاد مثل کرونا کلا همه چیزو در هم و بر هم میریزه و دیدیم که کشورها و آدمایی هم که هستن زیاد عکس عمل جالبی نسبت به این نشون نمیدن مثلا تو همین ماه گذشته ماها که حالا توی ونکووریم چند بار دیدیم که مردم سر دست ما توالت با هم خیلی دیدیم توی تورنتو مثلا توی تورنتو دعوا شده بوش بوش ایرانی فارسی بوش جدی به هم دیگه میدادن و سر حالا هر چیزی دی طرف میپرسید میدونی این چیه آقا بگذاری اون رو بزن سر اون چیز آقا کارون لطفا استنده 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 من راحتم. اینجا یه ستاپ عالی دارم فراد دیده. و دیدیم که آدمای مثلا چجوری و شروع کردن به اعتکار کردن تو این سال 2020 و اتفاقایی که ما اصلا فکر نمیکردیم هیچ وقت توی این قرن اتفاق بیفته دیگه مثلا چیزهایی که فقط توی فیلم ها دیدیم و واقعا فکر نمیکردیم که اتفاق بیفته حالا مخصوصا برای نسل ما و همچنین حالا موندن توی خونه یه تاثیرات خیلی عجیبی روی طرز فکر کردن آدما گذاشته که دیدیم فرزاد چه چرت و پرتایی داشت اپیزود قبل میگفت یه شروع در گل و اینجور چیزا صحبت کردن و خب حالا موندن تو خونه ذهن آدم اینجوری مشغول میکنه و مجبور میشه در مورد یه سری پرتا فکر بکنه کلا که این موضوع زامبی اپاکلیپس یا زامب... واقعا نه فارسی داریم روز رستاخیز میگن مثلا بهش در فارسی سلیس که اه... مثلا حالا به این فکر کنیم که اگر یه همچین اتفاقی بیفته اه... چی کار میکنیم من حالا قبل از اینکه اتفاقی بیفته میخوام بگم از زامبی چیه یا سری بگو زامبی به آدمایی که مردن ولی بعد زنده شدن و بقیه رو گاز می‌گیرند مثل خودشون می‌کنند من فکر کنم همه زامبی رو میدونن چی فکر کنم دیگه؟, دیگه کلمه فارسی زامبی زامبی همونی که فقط مغز می‌خوره دیگه نه همه چی می‌خوره نه همه چی می‌خوره می می پس اون چیه میگن فقط مغز می‌خوره یه سری در سریال‌ها و, و مختلف چیزای مختلف می‌خوره ولی <laughs> این این زامبی که من تحت نظرم فکر نمی‌کنه راه میره مثلا میتونه با سرعت خیلی کمی راه بره و هر موجود جنبنده مثلا دم دستشون بیاد گاز میزنن میخورند و اون موجود جنبنده هم زامبی میشه خودش به صدا حساس به صدا هم خیلی شبیه واکینگ دده دیگه نه کسایی که ده لاست واس بازی کرده باشن مثلا خیلی آیدیا خیلی خوبی در نسبت به اینا کسایی که سریال ده واکینگ دده دیده باشن و این تا سریال دیگه که وجود داره و حالا مگی... مگی چی شد تو واکینگ دد؟ من نه من من ندیدم من, من جلسه نفت دلجارم. فیلم مگه مگه چی شد <تصفح> <تصفح> هر چی که شد ما چی بزن حرفشو بزن من از <تصفح> اول نگران مگی بودم نگران نباش نگران خودت باش حالا من میخوام بدونم که شما اول که خودتون برای قرنطینه چقدر آماده بودید و استراتژیتون برای این قرنطینه که الان توشین چی بوده یعنی میخوام بدونم مثلا فراد تو وقتی گفتن که قرار قرنطینه بشه مثلا قرار نرید بیرون و اینا ساعت های جایی که میتونید برید ازش مثلا سوپرمارکت ها خیلی کمتر میشه بیرون نمیتونید برید رستوران ها بسته میشه و اینا میخوام ببینم استراتژی اول چی بود که بتونید مثلا یه چند مدتی دووم بیاری تو خونه اگه بخوام صادقانه جواب بدم اولش جدی نگرفتم بعد اه بعد که یکم جدی گرفتم شروع کردم مثلا قلاتو و اینا خریدن و کنسرو اینا خب میبه اینا زیاد نخریدیم همین بازم کاری نکردیم چون هی فکر میکردم بابا امکان نداره که مثلا کانادا قحطی یه آیتم خیلی عجیب غریب بشه بعدم ما خب خونهمون جاییه که روبروی خونم یعنی پنج قدم یه والمارت یکی از این فروشگاه هی. مثل رفاه و زنجیره بزرگ از این زنجیره و همین زیاد کار خاصی نکردیم که تو خونه یکم با هم به مشکل برخوردیم نظرات مخالف زیاد بود اینا ولی خب خوب شد دیگه اون نظر مخالفه کاری کرد که ما از قبل از چند هفته قبل که اصلا این داستانه بشه مثلا رابطتون شو... قوی تر شد مواد شوینده و ضد عفونی کننده اینا رو خوب گرفتیم اینا که مثلا الان نیست و ما داریم به اون وسیله ولی جز برنج و کنسرو اینا کار خاص دیگه ای نکردیم دیگه فقط تو خونه نشستیم و از اونا آروم آروم میخوریم کارون شما چی؟ استراتژی تو چی بود موقعی که فهمیدی قرار قرنطینه بشه؟ جدی گرفتی یا نگرفتی واقعا؟ من واقعا هیچ کاری نکردم. یعنی استراتژی بود که محول کنم به یه بخش دیگه ای قضیه رو اصلا نه استرسش گرفتم نه چیزی ولی خب من مثلا مودل اینه من خرید که میرفتم معمولا گوشت و اینا رو یه جوری میخریدم که حداقل یه ماهی یه ماهانی برای من یه نفر جواب میده من سه هفته پیش هفته بودم خرید گوشت موقع که شلوغ نبود و اینا اونا رو داشتم برنج و اینا را هم مثلا هر سری میرفتم میگرفتم دوباره همینجوری یه جوری میگرفتم که یه دو سه ماهی میموند اونم از اون موقع مونده مواد ندارم الکل و اینا دیگه پیدا نمیشه تو این شهر من یه یک سوم اسپری یک چهارم اسپری ضد فونی کننده ایمان بهم به داد دیگه سلامتی دیگه همین فرس... ولی مواد غذایی اینا رو من اصلا عجله‌ای نمی‌کنم خیلی هم نگرانش نیستم مطمئنم اینجا قحطی قطعا نمیاد چون درست. چین مشکلی نداره و حالا اینکه ما هول بزنیم بخوایم بریم بیشتر بخریم قضیه رو بدتر میکنه اه. و قطعا از من خیلی بیشتر آدمایی هستن که بیشتر نیاز دارن و مثلا چون کسی که سنش بیشتر از منه خب سختشه که خرید کنه آدم ماهایی که جوان رایت کنیم هول نکنیم بهتره من اصلا سعی میکنم خرید و اینا نرم تا این یه ذره اوضاع به یک ذره به تعادل برسه دیگه هر تغییر ناگهانی طول میکشه تا سیستم به تعادل برسه حالا ما اون اولشیم که خیلی نامتعادله یه ذره بره جلوتر آدما دستشون میاد که چجوری با مدیریت کنن ولی توی خونه به اندازه مثلا میگید از سه ماه دیگه غذا داری سه ماه نه دو, س... دو, هفته شاید دو هفته دیگه غذا و دو هفته دیگه شرایط خطریه خب تو چی من سر قضیه کار دو هفته پیش که حالا دیگه گفتن نه این سر کار اینا جمعه قبلش هنوز نگفت اعلام نکرده بودن ولی انگار به کارون اینا اعلام کرده بودن سر کارشون که اونایی که یعنی تقریبا همه افراد میتونن از خونه کار کنن ولی به ما نگفته بودن جمعه که شد من هی تو ذهنم خدا من لپتوپم رو برم چون اینا نگفتن بعد تصمیم گرفتم که ببرم به چند چند تا از همکارم گفتم آقا شما ببرین حالا فوقش باز میایم دوشنبه بعد این یه کار خوبی بود چون یک شنبه ایمیل اومد که همه دیگه نیانو اگر لپتاپتون نیست برید بیاید از تو دفتر این یه کار بود ولی واسه خریدینا من هم منم کاملا ریلکس بودم و اینطوری بودم که این زیاد دامن نزنید به این ترس ها و اینا. حالا اگرم تموم بشه یک ماه دیگه الکل اینا دوباره میارن و بیشتر خانواده رفتن چیز گرفتن من بیشتر استراحت کردم فکر کنم به خاطر اینه که حالا اونا احتمالا دوران جنگ رو دیدن دیگه یعنی اونا واقعا با یه پی, پی تی سی شدیدی قبلا روبرو شده بودن و از همون میترسن دیگه احساس میکنم بی دلیل نبوده این که خانواده <applause> های ما رفتن مثلا کسایی که سنشون یه ذره بیشتر بوده احتمالا واقعا قحطی دیدن و از اون میترسیدن و خب الان میدیایی هم که وجود داره کم اینو بهش دامن نزده دیگه قبول داری یعنی همش همینطوری بوده که خب ما چه میدونم آره عکس و فیلماش میاد من خودم ناخداگاه اینا همون دو هفته پیش یه رفته بودم یه خریدی بکنم فیلمش رو واسه شما فرستادم اون صفحه خیلی طولانی آه. بود و اینا واسه چند دسته از افرادی هم فرستادم گروه های دیگه و خب اونا اصلا یه, یه و ولای افتاده تو جونشون و اونا توسط اون ویدیو شروع کردن رفتن بیرون اینه که من اصلا چه کار اشتباهی کردم خود من مثلا عامل اشتباهی آره این کارو کرده بودن حالا دومن زدی چای خودش منم اینطوری بود که من کلا زیاد خرید نمی کنم. یعنی من خریدام معمولا یک هفته است یعنی من برای یک هفته ما مثلا میرم میوه و مثلا چه میدونم موز و پرتقال و مثلا مختلفی که میخوام میگیرم یا یعنی مثلا گوشت رو برای چه من واقعا یه هفته تا مثلا ده روز واقعا میگیرم اگر که بخوام تو خونه آشپزی بکنم و با همون مایندست با همون طرز فکر من حالا شروع کردم اینو مثلا رفتن تو این قرنطینه و اینا و واقعا اولش جدی نگرفته بودم و بعد اینطوری هم بودم که خب منم هم مغازه همین کنار هر هم موقع هر چی بخوام میرم میگیرم هیچ وقتم قحتی نیست ولی الان چیزی که حالا خیلی باش مواجه میشم این ترس از خونه بیرون رفتن است که بعد حالا جدی گرفت یعنی من میدونم که همه چیزا توی مثلا مغازه وجود داره هر دفعه من رفتم من چیزی نبوده که مثلا بخوام پیدا نکنم حتی من رفتم الکلم گرفتم مثلا تونستم بخرم با اینکه میگن میگه و اینا یه دونه بیشتر نمیدادن و اینکه ولی خب مثلا الان اینطوری که من هر مثلا پنج روز باید برم الان خرید به خاطر قبلا یه وعدم مثلا بیرون میخوردم دو سه شاید بیرون میخوردم در هفته و الان صبح و ظهر و قبل از خواب من همینجا مثلا نشستم دارم قضا میخورم بعد خب چرا زیاد نمیخری یهو اه... میخواد من... تازه باشه آره میگم همیشه ذهن تازه نخور نه نه. <applause> میگم همیشه ذهنیتم هم این بوده دیگه یعنی من باید بیام اون ذهنیت رو عوض بکنم تا مثلا بخوام اینو درست انجامش بدم به همون تعادله نرسید و بعدم اینکه واقعا جاشو ندارم یعنی فریزری که من دارم واقعا جای چون مامان من هر موقع میاد اینجا این فریزر رو پر میکنه از چیزایی که واقعا نیاز نیست مثلا سبزیجات و سبزیجاتی که یاد بگیر استفاده کن از اونها آخه من اصلا نیازی ندارم به اونها استفاده بکنم من همیشه استیک استیکو بگیرم اصلا نیاز سبزیجات نیست و واقعا مثلا چیزی هست که من اصلا نمیدونم با اینا باید چیکار بکنم یه سری بپرس ما باید میگیم چیکار کنیم میدونم بله به حال اصلا نرفتم سمتش و این فریزره به مقدار خوبی پره تا یه جایش از چیزایی که واقعا من هیچ دسترسی نمیتونم به اونجور غذا داشته باشم و اصلا بلد نیستم ازش استفاده بکنم برای همین میگم اوایلش اصلا جدی نگرفته بودم بعد هم میدیدم که خب هر پنج روز باید برم هی باید برم خرید باید برم خرید مثلا همینطوری تو آسانسور الان توی آسانسور تب... این ساختمون ساختم. ما زدن که بیشتر از سه نفر نمیتونن توی آسانسور باشن ما دو نفر جدی و و بعد نه هم یه سری ویدیو اومده بود از آدمایی که مریضن همینطوری هی میان توی آسانسورا مثلا طرف دست میکنه تو درنش و میماله به این کلیدا و اینا اونا تو چند تا ساخت نه تو ساخ... گرفته بودن طرفو گرفتنشون آره و دیدن که مثلا همچین کارهایی هم انجام میشه و آدم خب میترسه دیگه مثلا تو یه لحظه است مثلا دست تو کثیف میکنی میزنی به چشت بعد دیگه میری به اونجایی که نباید برگردیم به بحث خودمون اینه که تحقیقات نشون داده که بعد از فاجعه 11 سپتامبر که یه شوک خیلی زیادی به حالا به آمریکا وارد شد توی گوگل خیلی ها شروع کردن سرچ کردن در مورد بهشون میگن پرپرز کسایی که برای همین روز رستاخیز یا این دومزده یا حالا زامبی پاکلت خودشون رو آماده میکنن اینا چه جور آدمایی هستن اینا فکر میکنن که حالا یه فاجعه ای مثل یا مثلا یه جنگ اتمی بین دو تا کشور یا یه حالا زلزله خیلی شدید یا یه ویروس حالا بدتر میتونه کل اون کشور رو یا مثلا دنیا رو از کار بندازه آدما دیگه برای اینکه جون خودشون نجات بدن سر کارا نمیرن چه میدونم تمام سیستم های شهری از کار میفته مثل برق و گاز و اینا همون چیزی که توصیف کرده بودم توی اون استوری اینستاگرام و اینا شروع میکنن خودشون رو آماده کردن برای یه همچین روزی و تعدادشون هم کم نیست و حتی در این حده که براشون تیوی شو درست کردن توی آمریکا که به اینا میگن دومزدی پرپرز و اینا میرن خونه های مثلا آدم های مختلف و بهشون چیز میدن بهشون امتیاز میدن که طرف چقدر آماده است برای همچین روزی و اگر که مثلا قرار باشه همچین اتفاقی بیفته این چقدر میتونه آمادگی داشته باشه و چقدر میتونه دووم بیاره میگن که برای زنده موندن اگر که مریضی بیاد حالا مثل کرونا که حالا ما اسمشو میذاریم زامبی حالا هر چیزی که هست یه مریضی بیاد که واگیر داشته باشه و آدم بتونن از همدیگه بگیرن باید به صورت سه ماه کامل از خونه بیرون نریم و بتونیم زنده بمونیم یعنی میگن که شما باید انقدر وسیله غذایی و چیزهای مختلف رو داشته باشین که بتونین زنده بمونین و حالا وقتی میگیم زامبی پاکلیوس اتفاق میفته اینه که آب و برق و اینام نیست دیگه یعنی کسایی که مثل ماها که توی آپارتمان زندگی میکنیم آب و برق و وقتی نباشه خیلی در معرض خطریم به خاطر اینکه تو سه روز آب نخوری از بین میری یه همچین آماری داره بعد میگن که باید چیکار بکنید بعد یه دونه آها بعد به این روش میگن باگینگ این یعنی شما توی خونه ای که هستین یا همون جایی که زندگی میکنید یه لوکیشن دیگه ای که توی ذهنتون هست و قبلا تدارکات رو دیدین میرید اونجا و میمونید یه روش اوت هم میگی آره آره بعد یه چیز دیگه هست به نام باگینگ اوت که تو به چی نیاز داری به باگ اوت بگ که توی شرایط اضطراری و خیلی ضروری که دیگه نمیتونی توی اون منطقه که اول هستی بمونی باید یه کیف داشته باشی که ورداری بری وسایل تو یعنی اون کیفر رو ورداری و از اونجا بری و بتونی زنده بمونی حداقل به مدت سه روز تا برسی به یه لوکیشنی که قبلا دوباره باگینگ این بعدی آره باگینگ این بعدی به قول معروف که <applause> ك... <applause> من از مردم پرسیدم از بچه ها پرسیدم که چیا توی این اگه که بخوایم پنج تا چیز خیلی مهم بذارید چیا هست ف... گفته بودی بگ اش نگفته بودی بگو گفته بودم پنج تا شما وسیله بخواید ببرید حالا شما تو بگ نذار بگی زیر باش شما آیتم بزرگ بگی فر تو چیا داری توی بایاس بگ از... از خودم شروع از من شروع می‌کنی میخوای می‌خوای از فرزاد شروع کن فرزاد آره برو چون من آقا من نوشته بودم اینا پرید حالا از کار شما شما <تصفح> چیزی داری توی بگ دار... مثلا تون ماهی میذاریم با نون بعد الکل میذاریم که زخم شدیم ضد عفونی کنه شد سه تا خب لباس زیر میذاریم نه الکل چیز نون و اینا رو من میگم یه دونه سا غذا. خراب میشه غذا برای سه خب اوکی غذا باشه غذا اوکی خوب. من داشتم کلش کلشم غذا چیزای ضد عفونی کننده دیگه مثلا چسب زخم و بانداژ و اینا مثلا باید. یه دونه قبوله آره فرست ایید لباس ز... آره لباس زیر <laughs> خب نه اینو جدی من اینو از سربازا شنیدم یعنی خوندم که اینا همیشه دارن با خودشون برای مسافرت های طولانی چون خیلی بهداشت اون ناحیه مهمه سه تا بس دیگه من با همین سه تا کنم میرم فقط همین سه تا مینیمال دیگه کارو با لباس زیر دنیا رو میگیره تو تو سر کوچه هم نمیرسی خب آره تو چی براو... تموم شد یعنی نمیخوای اضافه کنیم بس, بس کار رو دارم <applause> خوب من با سه تا کارو در میارم خب منم من حالا نسبتا یه قضیه یکم فکر بگو. من یکی يت... از آیتم یه تفنگ که اسکوپ داره حالا اسکوپ نمیدونم به فارسی چی میشه و چاقو چون با زامبی بخوای آره آقا آه... من یه قرار نبود که چیزایی تو خونه رو برداری نه, نه من نمیدونستم نگفته و ذکر نشده بود خب <applause> <applause> یکیشم هم یه, یه, ماشینه، یه ماشینه ماشین یه ماشین خیلی خاص ماشین نیست که شما برید بخریدین ولی من این ماشین رو دارم آه شما دارید آره. رم زده اومده پرامونت گروپ اینو میسازه یه ماشین ناب زده گلوله و اینا چون تو شما با انسان ها امکان داره که درگیر بشید بله, این بله،, بله. این خیلی خوبه بعد خب غذا فو... قضا هم قضاهای کنسروی اینا کارون اشاره کرد تون ماهی دیگه بگم آها یه دو تا دیگه یکی دوربین مموری و باتری چون خیلی دارم خود اینا رو ضبط کنم این اتفاقات و اینا رو حب. بکی من. نشون بدی بعد <Eminem> بکی ش... نش. نشون خب بعدا نشون شاید به کسی نشون نره ولی یه گوشه خب بیوفته باتری تام تموم میشه چند تا باتری مثلا 10 تا باتری از قبل شارژ شده واسه خیلی احمقانه است خب اجای دیگه <تص> و از اینا که میند قرصایی که میندازی تو آب آبو تصفیه میکنه قرصایی که اومده به آره زیاده خب میری به دریاچه میرسی مثلا میخوای از اون آب بخوری خب اگه باکتری یا ویروس داشته تو غذا نبود دیگه اینا جداه ها آره این جداست دیگه اون موقع افتادی به دست و پای من یه شورت بده بهت نمیدم من ماشین دارم یه شورت هم میشه تو ماشین میکنم خوش بشه <applause> حسافت که برای داشت تمام مریضی های حمله کرد اون موقع میدازم رو کاپوت ماشین خوش میشه شما چی؟ من فکر کنم نتونستم نوت هم بیارم ولی فکر کنم آب نوشته بودم بله غذا نوشته بودم بله کفش باتری باتری چی؟ نه حالا باتری من... نیم قلم منظور بیشتر چراقوبه خوبه پاتری ساعت این کتابی پهنا که تو تو چی میذارن دیگه خب منظورم این بود که چرا قوه و باتری و اون یکی هم چاقو هم یه دونه میارم دیگه آقا من پس اگه بگم آره شورت همون از کارو ببین روزنامه در واقع کمپانی گاردین اومده یه دونه بررسی کرده اینو با چند تا از این دومز دی پرپر رو صحبت کرده و به این نتیجه رسیدن که سلاح گرم و سرد خب سلاح وسیله درست کردن آتیش غذا برای سه روز آب و فیلتر آب در واقع چیزی که بتونی آب فیلتر بکنی و جای خواب شما برای توی باگت لوکیشن در واقع باگت اون چیزی که میخوای اون کیفی که میخوای با خود ببری به این نیاز داری برای سه روز که بتونی به اون جای دیگه برسی گفتی کدوم مرکز بودن؟ گاردین بعد حالا میگه برای چی میگه که اول سلاح سرد برای اینه که بتونی اگر که میخوای خود دفاع بکنی آروم این کار رو انجام بدی یعنی صدای چیز نداشته باشی و بعد سلاح گرم میگن که پلیسایی که الان توی ترینینگ میرن و حالا آماده میشن که از سلاحشون استفاده بکنن موقعی که اتفاق میفته که بخوان استفاده بکنن تقریبا 20 درصد دقت،, دقت با دقت میتونن بزنن به هدفشون میگه اصلا سلاح گرم اونطوری نیست که تو فکر کنی رو در بیاری مثلا بزنی همون وسط پیشونی طرف میگه که خیلی استفاده کردن از سلاح گرم موقعی که اتفاق بدی میفته و تو خیلی استرس خیلی سخت میشه و و ممکنه به خودت صدمه بزنی و فراد من به پیشا میگم واقعا سلاگرمون نبر بخودت. <applause> با خودت چون با چیزایی که حتی ممکنه دا به خودت صدمه بزنی بعد اینکه حالا سوال بعدی ازتون اینه که چه کسایی رو با خودتون میبرید خب الان توی ذهنتون دارید سه نفر که بهشون زنگ بزنید و بخواید باشون برید یه جا از فامیل فکر کنید تمام فامیل نزدیک هم نیستن یعنی مثلا تو رو دروسی نه خب من مادر و پدر و مثلا خواهرام ها میبرم تو رو دروسی خب از سه نفر باشن که بتونی باشون ب... آره بگذاریم این تایم رو دیگه خود همین سه با... شا... تا باشیم بریم باشیم اما که اون چهار, چهار تا ما شا... <تصفيق> 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 نه یعنی شما سه تا باشید بیاید <applause> آه یعنی تو خود نمیم ما سه تا میریم خب باشیم نه دیگه مگه نگفت باشید ستایی بیایی تو هم بریم یه جا باید باید. سه نفر دیگر رو برمیداری یعنی یه گروه چهار سه... نفره آره سه نفری که توی مثلا فکر میکنی میتونم بهت کمک بکنه که زنده بمونی ببین در آخرش اینه که شما باید زنده بمونی و این در واقع دنیا رو به حالت عادیش برگردونید دیگه آقا من یه تجربه دارم از دانشگاه بگم یه پروژه بود توی کلاس کامپیوتر من هم اصلا رشتم کامپیوتر نبود و کودین یا هیچی یه رفیق ایرانی داشتیم رو ایران ایرانی داشتیم رفیق آها رفیق فکر این... حالا رو داستان ایرانی بودن و اینا میخواست کار گروهی که قرار با هم انجام بدیم با هم بیافتیم تو گروه من در اومدم به این گفتم آقا نه تو رشتت کامپیوتر نه من اگه با هم بیافتیم میافتیم پروژه <applause> بیا یه دو سه روز همینطور تحقیق میکردیم که کی باهوشه کی کامپیوترش خوبه و تقسیم شدیم تو دو تا گروه و تونستیم که هم من شدم فکر کنم گروهمون 98 درصد شدیم اونا 97 ترکوندیم اگه خودمون شدیم سفر هم شدیم. فکر کنم اینی که ایمام میگه اینه که مثلا آقا ما بریم با یه پلیس مثلا course. با یه پلی با یه آتش نشان بریم ببین این سر... شیزی آبا شیزی آبا ببین. نه این ببین. که مثلا با رفیقمون پاشیم اون با شورت بلند شد رفت <laughs> <نه من laughs> یا <شایدو> بر <laughs> <شورت. laughs> فرا تو کسی رو بغیر از ما تو زندگی نداری که واقعا بتونی بهش اطمینان کنی؟ آقا زنگ زنیم, زنیم ایمان از ایران اون یه ایمانمون بیا آقا نه باید فکر کنم راستش الان اینطوری یهو بخوای تیم زامبی بشینیم نه الان نمیتونم اینطوری فکر کنم ولی... از... یعنی تو مثلا تنها میخوای بری همسرت نمیبری؟ گفت فامیل نه دیگه من گفتم او نه, نه. فامیل نزدیک از بین رفتن ایمان اونو سریع چیز فاکتور آره من تو رو درواسی نمیخوام بذارم خب میدیم یه دعوه را بندازیم داره نوهه میخونه اینطوری مشکی هم پوشیده گرفته دستش داره نوهه میخونه ببین حالا چیزی که ببین خب من دارم فکر میکنم اصلا من و فرزاد نسبتا یه فرس ایدی میدونیم یکی از شما دوتا رو من تو گروه هم دارم فقط یکی تونه بعد مثلا با حیونا هم بعضی من بدکی نیستم اگه نیاز به اسبی چیزی باشه سریع مثلا فرزادم بازم خوب اینو داره من از پرنده ها میترسم من خب نه من از هیچ چیزی یه مهمی که میگفت میگفت کسایی که ترس فوبیایی دارن که شما میدونید اصلا به درتون نمیخورن آه. کسایی که ترس از تاریکی دارن تنهایی دارن پرنده دارن جای و مثلا تنگ و نمور دارن و اینا میگه که اینا اصلا به درتون نمیخورن و کسایی که منتالیتی دارن مثل کی مثل کارون که میخوان دنیا رو عوض کنن اینا صد درصد چهار رو به کشتن میدن <applause> میگه این مثلا چی میدونم یه ها درش به رحم یا طرف اصلاً چند تیر خورده اینا میگه اگه ای کسی بهتون حمله کرد باید بزنید باید بزنید یه جوری باید بزنید کارون میخواد بره مثلا بشینه با مثلا گفتمان این موضوع رو حلو کنه گفت اینجور آدم ها میتونن سمی باشن و میتونن شما رو صد درصد به کشتن بدن او کسایی داشته باشید که دل رحم نیستن نسبت به مثلا اطرافیانشون بهتون نزدیکن و ترس هم تا اونجایی که میدونید خیلی کم دارن چون شما خط خوردید <applause> من میتونم یه نکتهی ای که این وسط هست اینه که وقتی که زامبی حمله زامبی ها میشه اینا تقریبا سیویلیزیشن از بین رفته دیگه آره دیگه هیچ وجود نهد. بعد تو فقط میخوای بزنی بکشی غارت کنی که زنده بمونی آره و این این چیزی که من داشتم از قبلش فکر اینه که خب زنده مونی تاش که چی مثلا تو, تو که حالا زنده موندی مثلا این همه آدم کشتی و تجاوز و غارت و اینا تجاوز جرد از کچه اومد جای داستان نبود نه بای نه نه تجاوز مثلا به حقوق مردم به مثلا دارایی هاشون بابا تجاوز چیزی که منظورم نیست چی اسمی جنسی نمیگه آره نظرش تجاوز به حقوق مثلا من تو ذهن همین بود که مثلا من حالا اوکی مثلا دنیا رو هم گرفتیم مثلا ما یک گوشه مال ما شده همه چی سیف و اینا واسه من این اتفاقاتی که افتاده چه مثلا باش دیل بکنم خب یواش خب یواش سعی میکنین که تعداد افرادی که اونجا هستن رو بیشتر بکنید و سعی میکنید اون نظم و اون قانونی که وجود داشته رو برگردونی به اون کمپ شما <applause> شما آدم مخربی هستی من میدونم شما مثلا بیشتر اونجا رو به قهقرا ببرید تا اینکه بخوای اونجا رو درست بکنید درست بکنید کانو شما نظری هیچی نداری اصلا خودت کیا رو میبری گفتی؟ من یکی بین فراد فرزاد میبرم آخر. یه نفر میبرم که آدم هندیمن باشه بتونه چیزها رو درست بکنه اگر که آقا من ببر فرزاد خوبه فرزاد هند... بدونم شما آدم دست باید یه لیست درست کنی چیز کنی دست خوب خوب؟ و کسی هم میبرم که تیراندازی خوبی بلد باشه یعنی بلد توی این شرایط مثلا قبلا قرار گرفته باشه مثلا توی ارتش باشه شاید <تصفح> آره قانون 100 درصد تو جزء آدمای من نیست چون میخواد با کتاب و گفتگو و این چیزا موضوع رو حل بکنه اون موقع است که تو باید چاقو رو بکشی بگیری هم... زیر گلو یارو <تصفح> بعد دی... یه نکته خیلی مهمی هم که روزنامه گارد... گاردین نوشته بود اینه که در همچین شرایطی شما به چی نیاز دارید به کاردیو خیلی زیاد میگفتش که چون شما تو این شرایط همش یا داری میدوی یا داری راه میری یا در حال داری کار فیزیکی انجام میدی و میگفتش که کاردیو خیلی مهمه و اگه فکر میکنید که یک روز ممکن چه اتفاق بیفته و شما کاردیو خوبی ندارید الان بهترین موقع است که بتونید شروع بکنید و در واقع روی کاردیوتون کار بکنید شما کاردیوتون چطوره؟ نابیه دیگه مثل خودتو یاد فهیمه افتادم که میگفت از ذخایر تو استفاده کارون ندیده تو پای میگه یه روزنامه میگم روزنامه پایتخت توی سریال پایتخت میگه بعد دیگه شما حالا استراتژیتون چیه کلا آقای فرهاد کارون نگفت دیگه کارون اصلا صحبتی نکرد راجع به در مورد کیا رو میخواد ببره فکر آخه ببین جزو نسلیه که نمیمونه اینا میمیرن کجا میمونی بابا من به تو قر میرم اینا راحت سری سه روزه مرده این مثلا میره بذار من <تصفح> از آدمایی که تو خود کستم اومدن بذار من بگم من یه دونه نفر اول سعید رو برمیدارم به خاطر اینکه سعید اون قسمت درست بنویسیم غلط ننویسیم رو غلط ننویسیم دیگه من سعید رو از دوران دبیرستان میشناسم بسیار آدمی که بهش اطمینان دارم به مغزش به برنامه ریزیش به هوشش اطمینان دارم من میدونم اونجا پازل های پیش میاد که این میتونه حل کنه برای ما بله. و بالاخره دو تا فکر بهتر از یه دونه است یه دونه دیگه من اونجا مینا رو برمیدارم نه، نگفتم برتر. بل بل بعد بل مینا رو برمیدارم به خاطر اینکه اونم خب بالاخره تمام میجیه. رو, رو, رو بندازه. <applause> بعد از اون ور که این داستانا تموم شد این دو نفر بسیار میتونن کمک کنن به درست کردن دنیا. بالاخره یه روز این داستانا تموم میشه یا ما میمیریم، دو تا آوتکام داریم عین چیزه، عین همین ویروس کرونا. یا میمیریم یا زنده میمونیم دیگه. اگه زنده بمونیم باید دنیا رو یه جوری درست کنیم. این دو نفر بسیار کمک میکنن نفر سومو نمیدونم هنوز باید بدونم بتونید همه با شما این کسایی که گفتی باید بدونم بتونید اگه که مثلا یکی با چاقو بتون حمله کنه کی میره جلو یه فورمول میذارن جلو یارو استرچ اینجوری میکنه ما آدم آره استرچ تونخوری فلفل فرت میکنیم بعد استراتژیتون کلا چیه فراتو تو بگو سری بگو که هم بیان. من دوست دارم من دوست دارم به قول تو تو این بازی کمپ بکنم یعنی یه جا مستقر بشم یه جا باز آره ببینیم حداقل کی, میاد کی میره دور حواسم باشه ولی دوست دارم برم و مثلا خون... لوت بکنم به قول تو اینا آه. چیزی که اصلا آده... چی من بگم استراتژی استراتژیمو واسه فقط اینو بگم آه. این چیزی که تو میگی طبق این گفته گاردین درسته میگن که باید از جاهای که مثلا مثل, مثل سوپرمارکت ها و اینا حداقل توی سه ماه اول کاملا دوری بکنید به خاطر اینکه آدم های زیادی اونجا احتمالا میرن و اگر که ویروسی باشه که مثلا آدم ها ازش بگیرن اونجا بهترین جاست که میتونین ویروس رو با هم دیگه انتقال بدن و ممکنه جا بمونید خب بعد ممکن... سه ماه بریم غذا خراب شده شبه؟ شبه؟ نه دیگه اصلا می با غذا شیر مدت دار از لایف تایم میمونه برات بودن اونا بچه ها نه نگرانش من میرم آدمو ترسون که همه میشینن خونه بگو من میرم تو اینجا یه جزیره اطراف هست این تا جزیره است میرم تو یک کدوم از اونها بلندترین نقطش با بچه ها میشینیم مسئله مسائل دنیا صحبت میکنیم اگه شد یه فرقه جدیدی هم یه قانون اساسی میدن بیرون یه فرقه جدیدی هم میاریم بیرون پیروان خودمون رو احتمال کجا میایید غذا بخورید بردیم دیگه با خودمون باهی میگیرن و اینا دیگه آره بعد از جنگل دونه و این داستان ها در میاد بالاخره فرض شما چی؟ من دوست هم با اون سه نفر بریم شلوغ ترین جایی که بقیه آدم هستن ولی طوری که ندونن ما حالا یا زیر زمین باشیم یا اون تو برج مراقبت باشیم و کنترل کنیم فقط جمعیت رو <laughs> به جوری که خودمون میخوایم نه ایمان نگفت شوعد شو بازی داریم <تصفح> یه،, <تصفح> یه, یه رمز یه میزن <تصفح> رمز میزنین آقا استراتژی چی کنت با چی کنترل رو با شلیک جمعیت با شلیک شلی مثلاً،, مثلا یه شایم چیز میخوایم. دعوا میشه نصفشون کشته میشن خب ما این کار ماست کار اونجا بهترین حالا شما از یه اوپن بتونی بری بالا عکس بگیری چالش از جایی بالا رفتن رو بذاری حالا میگم این چیزی که روزنامه گاردی هم میگفت میگفت سه ماه اول باید اگر که بتونید توی خونتون بمونید حتی اگر آپارتمانه تمام در رو ببندید و اینکه بعدش جایی داشته باشید در فضای باز در نیچر که بتونید برید اونجا و اونجا حالا یه جایی رو بسازید یه منطقه رو بسازید که آدم ها نتونن بیان و حالا چیزی هم که فراد میگفت درسته بعد یه دید خیلی زیادی داشته باشید که اگر مثلا دارم بهتون حمله میکنم و تعدادشون میدونی که از شما زیادتره بتونید ببینیدشون و در برید من اگه ماهدار, دار باشی. جی؟ اگه ماهدار باشی چی اگه ماهدار باشی یک کار باحال میتونی اگه یاد داشته باشی میتونی سوار یاد چی بری مثلا وسط دریا با اسناپ هم وایسی هرچنگ های یکی رو اگه یه یات خیلی بزرگ هم داری میتونی یات کوچیکو توی صندوق عقب یات بزرگم پارک کنید من میگم موضوع رو با هم دیگه قاطی نکنید قاطی نکنید موضوع رو با هم دیگه ولی یات هم به نظرم چه جالب بازار بورس موقع بسته شده 100 درصد بسته است نه اگه میچوال فان از قبل داشته باشه همین تو داره میزنه حالا یه ز جالب دیگه بهتون بگم این کسایی که دومزی پرپرای که هستن باهوشون که مصاحبه میکرد من یه چندین تاشو دیدم اینا از از اینا از این حرکتی که دارن حالا چه یکیشون یک سال و نه ماه میگفت من قضا دارم برای یک سال و نه ماه قضا رزرو گذاشته بود یه جا مثلا حبوبات و برنج و اینجور چیزها و یه جوری اینا رو نگه داشته بود توی درجه حرارتی که اینا از بین نرن میگفتش که اینو از این به عنوان یه دونه لایف اینشورنس زیاد میکرد میگفتش که بعضی ها مثلا میرن لایف اینشورنس میخرن پول میدن و فلان و اینا ما لایف اینشورنس همون اینه که اگر اتفاقی بیفته که ناگواره و اون موقعی که سوسایتی دیگه وجود نداره برای طرف میگم من لایف اینشورنس اینه این بیمه ای عمر من اینه که من بتونم دووم بیارم بعد اکانت اینستاگرامش میتونید بدید پیغام بدید دی میتونید بدید خلاصه حالا من خواستم یه اپیزود خیلی فانتو چیزی داری بگی نه خود استراتژی خودت رو نگفتی من من رو فالو میکنم من من سه ماه میمونم تو خونه هیچ کاری نمیکنم شروع میکنم دونه دونه طبقه های اینجا رو آدما رو میکشم میندازم بیرون اگه ببینم تمام ببینید ایمان چه شکلی ساختمون رو بالا پای میکنه موجود زنده ازش بیرون نبید. اگه ببینم آدمای توانایی اصلا نگه میدارم توی کلن خودمون نگه میداریم اگه ببینیم ببینین توانا نیستن همه رو از بین میبریم و ساختمون رو اول برای خودت میکنی خوبی این ساختمون اینه که دراش همه بسته میشه و کسی نمیتونه زیاد بهت حمله بکنه و بعدش هم شروع میکنی کشور های دیگه از این ساختمون میریم ساختمون بعدی رو میگیریم همینطوری میریم جلو رو هر آره رو سال دیگه <laughs> ولی میگن که زیاد محتمل نیست دیگه یه همچین چیزی که کلا سیویلایزیشن رو از بین ببره میگن که خیلی باید اتفاقی که میفته خیلی عجیب باشه که تا به حال توی تاریخ دنیا نداشتیم که حکومتی کلا ترک زمین بکنه به قول معروف چرا قوم لوت و اینا بودن نه نه نه, همده نه همده شده از مدرن دارم تمدن های مدرن رو میگم قوم لوت که دیگه مغول ها هم حمله کردن قبلا به ایران <مش> فرض دو تا جالب فرض دوتا جالب برامون بگو میشه کامنت بخونم ب... بریم سر <مت> جالب قبل اینکه کامنت ها رو بخونم می‌خواستم تشکر کنم از همه اه... اه... کسایی که کامنت می‌ذارن رو کست باکس توییت می‌کنن اه... <متحد> اینستاگرام کامنت <متحد> میدن و ویدیوهای یوتیوب رو میبینن و سابسکرایب میکنن خیلی کارهای باحالیه از کس باکس اپیزود 211 کامنت گرفتیم از رویا میگه که ایمان اونجایی که میگی بعید میدونم برگردم به زندگی عادی نمیدونم چرا وقتی نمیدونم چرا ولی احساس کردم میبوسی میذاری کنار ورزشو انقدر تنبل شدی این دوره بگو که اشتباه میکنم نه اشتباه تنبل شدی؟ نه،, نه هفته اولش خیلی تنبل بودم ولی خب بعدش که گفتیم میگه شروع کردیم به ورزش کردن و همون نیست همون در واقع ورزش قدیمی نیست ولی خب یه کارایی داریم انجام میدیم حسین برای اپیزود 210 گفت دوست داشت اینو دوست داشت این اپیزودو ولی خدای دیگه در مورد کرونا حرف نزدین به اندازه کافی گفتن و گفتین و شنیدیم به والله که بیشتر از اطلاع در مورد کرونا به حال خوب نیاز داریم بله این هم حرف که این اپیزود کمک کرده باشه یه دونه خیلی فاهم از پرستو از پرستو فیو لیمیتم فارسی نوشته. تشکر میکنیم چون توی توییتر گفته که بیاین تو قرنطینه پادکست خودکست رو گوش کنیم دوباره دو رو توییتر ام گفته که پادکست خودکست رو خیلی دوست دارم انگار نشستم با چند تا از های خودم گپ میزنم جب خودمونی توش خیلی خوبه از ببقی اپیزود ایمپاستر ایم سیندروم ایمانم که بود خود کم انگاری خیلی خوشش خوش این بود کامنت ها آن دوتا خبر با حال من حالا میخوام بگم جفتش هم ربط داره به کالیفرنیا. اولیش این بود که حالا لاکداون شدن ها دیدین اون که آره ولی این در مورد یه رستوران مکزیکی بود که تاکو میفروخت خیلی مشخص و اینا تو همون دو هفته پیش یا حالا هفته پیش که دیگه قرار شد تعطیل بشن تصمیم گرفتن که اون مواد غذایی که تو رستوران بود که دیگه قرار بود استفاده نشه چون میبسن اینا رو بیان یک کیت درست کنن و حالا به مقدار زیاد گوشت و نوشته فکر کنم پنج پوند گوشت و تو هر کیتش نب... رو هر کیتش و سی تا تخم مرغ و چهار تا دستمال دستمال توالت و اینا و این کیت رو 150 دلار بفروشن به مشتری و ایدهش هم این بود که خب ما که یه سری کارمند داریم بی اینجا کار میکنن اینا رو اینا رو اگه ما بدیم به مشتری باعث میشه که اونا نخوان برن نمیدونم تخم مر بخرن چیز دستمال توالت بخرن پس بیان همینجا این چیزا رو بدیم و خیلی این خوب بوده تونسته کارمنداشو نی... آره تو مثلا بهم دلیوری کنن و کارمندا رو نگه داره خیلی ها... چیز جالبی بوده 150 دلار نیست غذاش خیلیه آره حجم غذایی زیاد دیگه آره نون و خیلی چیز جالبیه فکر کنم ایمان که در درصد می‌خرید اگه اینجا بود ایمان اه... در مورد شو خود آه، شما آه، <laughs> در مورد کالیفرنیا یه... یه خبر دیگه که برام جالب بود برام عجیب بود وقتی که خوندم این بود که کالیفرنیا قانونی تصویب کرده که اگه شما تصادف بکنی با حیوون. <laughs> میتونی بزنی کنار جسدش رو برداری و بعد بری بخوریش بله من اینو نمیدونستم الان عجیب بود البته باید بری روی اپلیکیشن بگی که من اینجا تو این لوکیشن تصادف کردم یه لایسنس لایسنس بهت میگن که اونو بتونی اون حیوان رو بخوری در واقع اجازه نامه میتونی بگیری که این کارو بکنی حالا مردم شروع میکنن مردم... سوار اسیووی سو نا تو جنگل آره. از زیر گوز جال... جالبیش این اینجاست <تصفح> که حالا ما فکر میکنیم که مثلا چه کار عجیبیه ولی این کار رو کردن چون که داده هایی که دارن اینه که در سال در تقریبا تقریبا 8000 تصادف انجام اتفاق میفته تو کالیفرنیا که 1500 تصادف خیلی خطرناکه و نزدیک به 25 نفر میمیرن در سال از تصادف با حیوان با حیوان آره گفتن ای... حالا ما انسان های عجیب بتون... هم حیوان حساب میکنن یا فقط حیوان های واقعا چهار گفتن حالا ما اگه این اپلیکیشن و این سیستم رو بیاریم آدما میتونن هی به ما ریپورت کنن که آقا مثلا ما تو این جاده هی مثلا تصادف میکنیم هی حیوان میکشیم اینا و اینا بتونن بیان یه تصمیم بگیرن حالا واسه جاده های برای حیوان های اون منطق... منطقه که کنترلش کنن آخر خبر دیدم اتفاقا ایده جالبیه تمهیدات اومده بودم اه... بودم برای تمهیدات اه... این بود پایان خبر <تصفيق> <آه> <تصفيق> <تصفيق> ما آقا من با یه چیز رندوم گیلتی پلیجر میتونم ببقاید. آره فراد گفته بود که میخواد یه دونه سگمنت اضافه بکنه به عنوان گیلتی پلیجر یا دارون. لذت لذت شرم آره. خب اه... خیلی واقعا مسخره است ولی توی همین هفته پیشی که دیگه قرنطینه جدی شد اینا توی این اون قسمت دیسکاور اینستاگرام من یه ای سری پستای خیلی عجیبی میومد خیلی عجیب حالا میگم چرا عجیب از داخلی یه سری خونه ها عکس میذاشتن و یه سری پیجای هستن عروس که تازه ازدواج میکنن بعد مثلا دیتیل خونه شون و جهازشون تا توی آشپز خونه و تا تو آره تا تو یخچال و فریزر و با دیتیل توضیح میدن و میبرنشون میدن و مثلا منزل فرزانه جون از کرد منزل محمد و مینا مثلا از قصبین بعد اینا شما پی... اینو نمیدونم چه شکلی اومد بعد من این جدیدنا مثلا روزی یه رو به حداقل روی این قضیه میره و یه حالت عجیبیه اینا رو چرا با ما من... شیر نمی کنی. اینا رو به با ما باز... بازنش کنید که ما بتونیم میفرستم واسهتون میفرستم گذاشته بودم که توی این اپیزود بگم خ... و خیلی چیزای جالبی توش بعض وقتا پیدا میشه یه چیز جالبی که دیده بودی اصلا از تو دستشویی ها قبل از باش مثلا عکس گذاشتن گل بارون کردن بعد با خط کشیدن که مثلا بری به مقصد برسی بس, بس ای دستشویی ها و... آره آره با گل بارون کردن و مثلا یه چیز هم یه سری چیز مشابه دیده بودیم قبلا یادته گل گل اینا ریخته بودم بله بله بله, بله, بله. دا... اون به دستشویی خط نمیشد به جای دیگه خط میشه <applause> <از> خلاصه <applause> این آیدیا که مردم میان و از اپیزود قطعش تارید. رو کنیم چون دیگه داره به جایی بدی کشیده میشه آقا قطع کنیم بچه حرف نه 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 همین تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب که میتونید تصویرش رو تماشا بکنید و اگر که میخواین با ما از مستقیم اگر. داشته باشین ما یه اکانت <applause> توی تلگرام <تصفح> داریم میخوام مرتبط مستقیم داشته ما یه پروفایل داریم توی تلگرام نام خودکست تاکسی میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نویشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دوتا موضوع جدیدی که برمیگنیم خدافز خدافز خدافز, خدافز.